رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما هستن. اعتراض کارگران به نحوه تغییر دستمزد از هفته ها پیش شروع شده، همچنان ادامه داره. دقیقا اعتراض اونها به چه موضوعی هست؟ ببین، دو بخش داشت. یکیش خب نوع تعیین دستمزد بود که خب مصوبه نمایندگان کارگری امضا نکردند و از جلسه خارج شدن. اون مصوبه‌ای که از سمت کارفرما و دولت اجرا شد، الان یک خبری منتشر شده که وزیر کار قول داده اون بحث مشمول شدن مالیات رو حذف بکنه در لایحه‌ای که ارائه میده. تا امروز هم خبری ازش نشده و همین نکته نگرانی ایجاد کرده برای کارگرها، چون وزیر کار در تعیین دستمزد سال گذشته هم همین وعده رو داده بود که در ادامه مزد اصلاح میشه با توجه به شرایط تورمی، و بعدا زیر وعده خودش زد، قولش رو عمل نکرد. الان هم خب نگرانی به وجود اومده که وزیر کار با توجه به سابقه ای که در دروغگویی به کارگرا داره، مجددا این اتفاق بیفته و بر اساس اینکه کارگر متأهل در محدوده 11 میلیون تومان حقوق خواهد گرفت و بیش از 10 میلیون تومان باید 10% از اون 11 میلیون خودش رو هم بابت مالیات بپردازه، که در حقیقت دستمزدش باز برمیگرده به زیر 10 میلیون تومان، در حالی که برآوردها نشون میده حداقل هزینه معیشتی برای کارگران در کل کشور یک چیز حدود 22 الی 23 میلیون تومان هست و برای تهران هم بالای 30 میلیون تومان. و با توجه به این شرایط، شما وضعیت کارگران رو در سال جاری چطور پیش بینی میکنید؟ ببین، سال جاری وضعیت بسیار وخیم‌تری خواهند داشت. همین 35% هم اگر بگیریم، همین 35% قبل از اینکه سال جدید شروع بشه از بین رفت به واسطه افزایش قیمتایی که در حوزه ارز داشتیم، تاثیرش رو به زودی در معیشت مردم میگذاره به واسطه افزایش هزینه و خدماتی که در روزهای پایانی اسفند اعمال شد. بنابراین این یک نکته که اون افزایش خونسا شده و تورم پیش رو داریم، شرایط بد و بحرانی اقتصادی در ماهای پیش رو داریم که منجر میشه به کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران و خلوت‌تر شدن سبد معیشتشون و مشکلات بسیاری از جمله بحث سوء تغذیه هم باید امسال شاهدش باشیم که به اوج میرسه. فراموش نکنیم در سال گذشته دولت به یک چیزی حدود 60 میلیون نفر کمک هزینه معیشتی میداد و نزدیک به 3-4 میلیون نفر رو هم به خاطر سوء تغذیه یک حمایت نفر 1 میلیون تومانی میکرد، که در سال جدید پیش بینی میشه این جامعه آماری افزایش چشمگیری هم داشته باشه. سپاس بسیار از توضیحات شما. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی.